کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد رو به دنیای من آوردی. تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی. نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی. زمین خوردی هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی؟ کجا مستی رو یادم هست. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی؟ کجا مستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی؟ کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگه رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست. خیلی خوب بود امروز. آره خیلی خوش گذشت. گردنت چطوره؟ خوبه، گردنم خوبه. نمیدونم چرا روزایی که حالت بده انگار یه قرن طول میکشه، روزایی که دلت نمیخواد تموم شه چشم رو هم میذاری میبینی باید خدافظی کنی. خب من فکر میکنم قشنگیش به همینه دیگه، داره بهت میگه دائمی نیست، پس لحظه لحظه شو زندگی کن. برو دیگه، بابا الان داره نگاه میکنه. کسی نگاه نمیکنه؟ چرا؟ من حسش میکنم، پشت یکی از پنجره هاست. ببین پدر مادرها یه جوری بلدن زاختیاتو چوب بذارن که اصلا نفهم. شب بخیر. خوب بخوابی. برو دیگه. اول تو. خیلی لوسی. معلوم است تو کجایی؟ رفته بودم خرید واسه کافه. سلام بابا. سلام. پس چرا جواب تلفنتو نمیدی؟ برای اینکه صبح که رفتم دانشگاه گوشیمو گذاشتم رو سایلنت، بعدش هم خاموش شد. اون وقت ماشینو چرا با خودت نبردی؟ صبح هرچی استارت زدم روشن نشد.
که هرچی استارت زدی روشن نشد. سوال دیگه ای نیست خانم مارپل؟ تو اصلا فکر نمی کنی ما نگرانت میشیم؟ نه نه بچه هم مگه بابا شما نگران شدی؟ نه ولی بابا خودت میبینی که این خیابونا چجوری هرکی به هرکیه، یه نفر درست رانندگی نمی کنه. سوار موتور نشو بابا، خطرناک. ببینم کجا رفته بودی؟ پایین با صدای بلند داد میزدم با امیر بودم. با امیر بودی؟ بله. مگه دیشب پرواز نداشت؟ چرا ولی نرفت. برای چی؟ به همه گفته از پرواز جا مونده. ببین منو واقعا جا مونده؟ پرت و پلا نگو امیر، پروازت تو 2:30 بوده، 9:30 شب از اینجا را افتادی. من جواب درست میخوام. توی تونل تصادف شده بود، کل چمران قفل بود، بعدش هم که افتادیم تو اتوبان پنچر کردیم، ماشین شما هم که زاپاسش باد نداشت با عریضه کلی گرفتار شدیم. نگفتی پنچر کردیم؟ پنچر چرا؟ یادم رفت بهتون بگم. آخه اصلا لاستیکای ماشین خاله کهنه شده بود، زاپاسینا نداشت. مگه تو نگفتی به موقع رسیدین فرودگاه؟ مگه نگفتی که خودت دیدی امیر رفته تو ترانزیت؟ نه خاله گفتم، اینجوری نگفتم. من امیرو گذاشتم زود اومدم بیرون، ماشینو بچا گذاشته بودم، داشتم ماشینو میبردن. دایی دیدین که ماشینو میذارین اونجا 2 دقیقه میبرن. بعد دیگه اصلا از التماس که آقا تو رو خدا نبرین. اصلا اینا یکاش تو همه کارشون اینقدر سرعت عمل داشتن. بله. چرا چرت و پرت میگی؟ ماشین من هم زاپاس داره هم لاستیکاش نوئه. چرا گوشی تو جواب نمیدادی تو؟ چرا خاموشش کردی اصلا؟ ها؟ صبح تا حالا کجا بودی؟ مادر من گوشیم شارژش تموم شد. حالا بعد بود رفتم یه ذره راه برم اگه اشکالی نداره. ببین من هر روز با 500 تا محصل سر و کار دارم که تو قصه گویی و داستان سرایی خیلی از تو خبره دارم. بنابراین چخان بخان تحویل من نده. اینی که نرفتی مهم نیست. چرا نرفتیش نگرانم میکنه. چیو داری مخفی میکنی؟ شما مشکلتون اینه که فکر میکنین منم بچه محصلم. حالا اتفاقیه که افتاده دیگه، دیگه کاریش هم نمیشه کرد. شاید خیریتی داشته. چند روز دیگه برات بلیط میگیرم، برو. سلام برامه. وای جای همتون خالی نمیدونین چه میکنه این حجت اشرف زاده. روح آدم زلال میشه. امشب هم شب افتتاحیه کنسرت بود، دیگه سنگ تموم گذاشت. سلام آمرزی. سلام امیر. تو چرا اینجایی؟ پس لندن چی شد؟ من از پرواز جا موندم. از پرواز جا موندم. اینه مرحوم پدر بزرگت میمونی همونجور بی خیال و دلگنده. این اسمش بی فکریه مادر جون، نه دلگندگی. خب دیگه هرچی که میگیدی. خب خداحافظ. خداحافظ مادر. شام بمونده داشت؟ نه لیلا منتظره. بهت برم و از ما یه زنگ بزن، نگرانته. چشم. همین امشب. چشم. به این آدمایی که میخوان سوت بزنن وسط کنسرت باید بهشون بگن چرا میریم کنسرت حجت اشرف زاده؟ بریم کنسرت های دیگه؟ خیلی جا میتونی سود بزنی. بله. احترام کنسرت رو نگه بزنی. بله.
چرا اینجوری میکنی؟ از سمت تو دیگه نشون مادر. ببین گوشکان، بار بشینین با امیر، این دروغ دبنگایی که با هم ساختین جفت جورش کنین بهتر میشه. بلش این هم بلش کن، من خودم میشون. دروغ دبنگ چی؟ برین هماهنگ بشین که پس فردا آبروتون جلو دیگران نره. برو نه اینا رو من میشونم. خیلی خوب دست دیگه درد. آخه دیگه همه رو شستم. دست درد نکن بده من. با یعنی شک نکن دایی همه چی رو فهمیده. چرا؟ چیزی نگفت که؟ چیزی نگفت؟ نهیده چجوری نگام که چجوری تیکه مینداخت؟ الان ماما مرضیه هم داشت به من تیکه مینداخت. بعد دایی مثل خاله هما نیستش که عصبانی میشه دادا هوار کنه. یه جایی که انتظارشو نداری میزنه پس کلت. پس یه مدت حواستو جمع کن، بیا با پس گردنی نخوری. امیر من نگاه کن، الان خودمونیم. چرا نرفتی؟ یعنی تو نمیدونی؟ حدس که میتونی بزنی؟ امیر میفهمی داری چی کار میکنی؟ داری دودمان منو به باد میده. تو چرا طرف حسابش منم؟ اتفاقا نور چشمیش تویی، اخمشو به تو میکنه، ولی هرچی دق و دلی داره سر من خالی میکنه. امیر بدبخت شدم. علیرضا نمیخوام یه عمر حسرت بخورم. حسرت چی امیر؟ تو با اسما حرف زدی، قول قرار گذاشتی، این کار نامردیه. من هوس کردم برم مدرسه اقتصاد لندن. 3 سال پا شده رفته، 1 سال اصلا ما همدیگر رو ندیدیم. من الان اصلا نمیدونم اسما کیه، چیه، چجوری فکر میکنه. تو خودتو بذار جای من. قبل آتی هستی حرفا نمیزدی؟ امیر حرف زدی، بعد پاش وایسی. قرار نیست آدم یه حرف اشتباهی میزنه تا آخر عمر تاوان پس بده. اوکی اصلا من با این حرفا کاری ندارم. قصه این پروژه که راه انداخته چی میشه؟ میدونی داری پولشو بکشه بیرون تو اون لولک بولک بعد برین قاز بچرونین؟ اینجاش فکر کردی؟ علیرضا بیا این آشغالا رو بذار دم در. خدا به خیر. سلام، خوبی؟ خودت چی فکر میکنی؟ معذرت میخوام. نباید یه خبر میدادی میگفتی جا مونده. چرا؟ اشتباه کردم. 2 ساعت تو فرودگاه منتظرت بودم. یه تکس میدادی به هم. شارژ موبایلم تمام شده بود. صبح تا حالا بدون شارژ بودی؟ گفتم دایی اینا حتما بهت گفتن دیگه. چه تعمیر؟ حس میکنم خوب نیستی. نه چیزی نیست، خوبم. مطمئنی؟ آره. خب بگو خصوصیه، به منم ربطی نداره. منم خودم کوچیک نکنم هی بپرسم. چه کوچیک کردن؟ میگم چیزی نیست دیگه. همیشه یه مشکلی پیش میومد به منم میگفتی. خب تو خیلی وقت نیستی اسما. 1 سال همدیگر رو ندیدیم. یعنی چی؟ یعنی الان غریبه شدیم؟ میدی که با من راحت نیستی؟ نه یعنی میگم بودی بهتر بود. نفهمم معنی حرفتو نفهمم. فرش کن مهم نیست. کی میای؟
میام حالا. کی؟ نمیدونم. آقا صاحب ساعت دو میدون اصلی دانشگاه. ساعت دو میدون اصلی دانشگاه. یادت نره. ساعت جمع کنیم ما مسخره. درست حرف بزنید. ساعت دو میدون اصلی دانشگاه. چه با اعتماد به نفس امضات هم انداختی پاش؟ من حرف بدی نزدم، میخوام خودم قایم کنم. مگه چقدر پول میدین که اینقدر توقع داری؟ چه ربطی داره آقای قیاسی؟ ما هر چقدر پول بدیم باید غذای خوب بخوریم. آها ببین خانوم، شما تو این مطلبی که نوشتی تهمت زدی، باید جواب پس بدی. از خط اول تا آخرش تمام تهمت و افترا دروغ بود. پیمانکار صفر توی یه روال قانونی برنده مناقصه شده. همین شما اگه مسئله منو درست خونده بودید میفهمیدید که من فقط سوال مطرح کردم. ببین خانم ناصح، هم شما متوجه منظور من میشی، هم من میدونم نیت شما چی بوده. نه من واقعا متوجه منظور شما نمیشم، اما نیت من این بوده که از حقوق صنفیمون دفاع کنم. شما مگه خوابگاهی هستین که در مورد خوابگاه سر نظر کردین؟ من به نمایندگی از خوابگاهی نوشته بودم. خوابگاه و دانشگاه جفتشون شورای صنفی دارن. بچه های دانشجو هم تو همون شورای صنفی عضون. خانم ناصح، این آخرین هشدار من به شماست. مواظب نوشته ها و رفتارت باش. امیدوارم موضوع دانشگاه یه جوری درست. من اتمام حجتمو کردم. به سلامت. ببین من گزارشتو خوندم، خوشم اومد، خیلی دقیق و علمی بود. باریکلا درسشو خوندی؟ بله، رشتم معماریه. معلوم بود ناموسا مشکل مملکت همینه، مهندس باسواد کم پیدا میشه. آقای فتح‌اللهی بهتره بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب همینه دیگه. ببین خانم مهندس، ما یه قرارداد پیمانکاری داریم با شهرداری واسه ترمیم پیاده‌روی دو تا دونه خیابون، 6 تا که یکیش 2 کیلومتره. حالا هر چی، کی قرارداد بستیم؟ پارسال. کی پول اونو میدن خدا عالمه. پارسال به کارگرها ماکارونی میدادن با گوش پرسی 12 تومن، الان همونه میدن با سویا پرسی 20 تومن. شما که ماشاءالله حواست جمعه، همه قلمو بگی برو تا آخر. بله حق با شماست، من خودم هم دانشجو هم، گرونی داره بیداد میکنه، تازه تو خوابگاه میخوابم. اما اگه نتونم همین 4 تا گزارشم بنویسم، پول کتابام هم در نمیاد. مسئولین شهرداری باید مشکل شما رو درک کنن. که نمی کنم. ای خدا پدر آدم چیز فهمو بیاموز. خب منم برای همین دارم این گزارشو چاپ میکنم که مسئولین متوجه بشن، شما مجبور نباشی پیاده رو توف مالی کنی. توف مالی کدوم مهندس؟ از گزارش شما مدیرای بالای ککشون هم نمیگزه، فقط این 4 تا کارگر بدبخت بیچاره میشن. فکر کردی این گزارش چاپ شه اینجا گلستون میشه؟ من آدرس دفتر رو میدم خدمتتون، اینجوری تو خیابون بده. فردا تشریف بریم هم صحبت میکنم. اصلا نظارت کار خودت بگیری هستت، بشه مشاور پروژه. خوبه؟ ناموسن گفتی تو خوابگاه زندگی میکنی، قلبم درد گرفت. خدا شاهده. سمیرا، آقای سعیدی بالا کارت سر. باشه، مرسی. بله بفرمایید. گزارش پیمانکار شهرداری چی شد؟ تکمیلش رو هنوز کار داره. من به سردبی گفتم امروز تحویلش میدیم. یعنی تو خودت بهم گفتی. خودم گفتم، الانم میگم نشده. کار داره. هر وقت آماده شد میگم. نمیخواد اصلا، فراموشش کن. من برای تاییدش از تو اجازه نگرفتم که الان دستورتو ولش کنم. هر وقت آماده شد میدم به سردبیر. بله. اسمس واریزی بانک برات اومد؟ بله ممنون. نهار دفتر فراموش نشه. خبر از شما. باشه. من سرم خلوت شد خبر میدم. خداحافظ. خداحافظ.
ببین، وقتی یه مدیر زیپرتی از جزئیات پروژه ما با خبر هست، یعنی زیرا به اونو زدن. خود لطفیان گفته رزی، این چه حرفیه که بزنی؟ نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟ آقا کی زیرا ما رو زده؟ سر موقع شب به صبح هر کی که لازم بوده دادی؟ کار از حق و حساب دادن گذشته. این جماعت تازه به دورون رسیده انقدر وقیح شدن که ور رو ور تو چشمات نگاه میکنن، میگن خرم مالی از تو، منافعش واسه ما. سب کن برم، منظورت کیه؟ رضی 20 ساله داریم تریلی تریلی آهنگ و رازه میخریم و وارد میکنیم و ذوب میکنیم، میریزیم تو بازار، یک دونه تریلی رو هم نگرفتن. یهو 10 تا تریلی رو هم گرفتن؟ کی؟ درست وقتی که افضلی پاشو گذاشت تو این کار. این افضلی آمار ما رو کجا برده؟ خب دیگه لابد تو دم دستگاهمون نفوذی داره. من نگران این 10 تا تریلی نیستم، نگرانم بقیه فکر کنن میتونن از این غلط ها بکنن. تو که زدی تو پر افضلی؟ گفتم خودشو جمع جور میکنه میره پی کارش. یکیشون شروع بکنه بقیه هوایی میشن. هر جوجه ای رفته یه شرکت تأسیس کرده و اسم خودشو گذاشته فعال اقتصادی و صنعتی. میرم باشون حرف میزنم، محترمانه تهدید میکنم خودشونو جمع جور کنن. اینا با حرف راه نمیان. دقت کردی چقدر تصادف زیاد شده؟ بد رانندگی میکنن، انگار مسابقه سرعته، همه قاطی کردن. آره خب باید احتیاط بکنن. میدونی چقدر در طول سال کشته تو این جاده ها و خیابونا میدیم؟ خیلی. ببینم، تو بودی گفتی که افضلی ها آخر هفته ها میرن شما. یه ویلا ساخته نزدیک چالوس. ویلا که چه عرض کنم، قصر. تازه به دوران رسیدگیه دیگه. خب باید خیلی مراقب باشن، جاده شمال خیلی خطرناکه، همش پیچه. برای افضلی ها یه گوشمالی کوچولو. جاده شمال اینطور نیست. دایی هنوز واسه خودش وزنه‌ایه. بوده دیگه نیست. ببین علیرضا، دوران دایی تو و شرکاش دیگه تموم شده. این که میبینی ما داریم باهاشون کار میکنیم موقتیه، برای اینکه وصل بشیم و سر نخا بیفته دستمون. بعدش خدافظ بابا بزرگ، دوره خوش بازنشستگی تو سواحل هاوایی. من میفهمم شما چی میگین، ولی شما هم وضعیت منو درک کنین. من همین یه بارم نمیدونم کارو درستی کردم یا نه. حالا دیگه گذشته، اما دیگه نداره. وقتی وارد بازی شدی دیگه باید تا تش بری. ما رو تو حساب کردیم، تو شریک مایی، از خود مایی. همینجون اگه بفهمم من بیچارم. اتفاقا اگر بفهمن تو جزئیات قراردادا و قیمتا رو به ما گفتی که خیلی بدتره. شطور سواری دلا دلا نمیشه علیرضا، تو که این چیزا رو خوب بفهمی. حسن اینو بده بش. این چیه؟ یه هدیه کوچیک.
ببین تا حالا 6 7 تا کلیپ دادیم پی ام سی هم پخش شد. فقط میترسیم اسممون رو. فکر می‌کنی دوستات بذارم منم باشم؟ چرا نذارم؟ من خودم لیدرم و هر چی من میگم قبول می‌کنم. بعد به این خوبی ساز می‌زنی، خودشون هم باشه. ای ول دمت گرم. ببین حالا صف کن، پخش که میشی یه دونه کلیپ ازت پخش اصلا از این رو بمون شد. الو؟ سلام خوبی؟ یکم گیرم خریده گالری باش نیم ساعت دیگه پیشید. کی بود؟ چیز خواهرم بود، بابام حالش بده، بعد ببرمش بیمارستانی در مانگاهی جایی. خوب میشه. چی شده؟ چرا خونه زنگ زدی؟ گوشیم دست بابامه، همه پیاماتو خونده. بیچاره شدم آرمان، با بدبختی تونستم اون بابام بپیچونم بیام بیرون. حالا چیکار کنیم؟ بس که قاقی. بردو بخون. شما جوانا که واردین، نوشته سکای باباتو بردو با هم فرار کنیم استانبول. نوشته گیرم که بابات بفهمه تو رو که نمیندازه زندون. برده بخون دیگه. با همین پیغام ها میتونم بندازمش گوشی هلوفتنی. آقا من واقعا شهرمنده هم، نمیدونم چی بگم. شهرمنده نباش، درستش کن. من اهل کلانتری و شکایت و این قرتی بازی ها نیستم. پاش بیفته کاری باش میکنم که جنازه‌ش هم پیدا نکنین. بله تو اینجا چیکار میکنی؟ فرمایش. چطه؟ صدا تو بیار پایین. شانس آوردی این بار من اومدم سراغ، دفعه بعد پلیس با دستبند میاد بالا سرت قپونی میبرته. چرا دریوری میگی؟ دنبال سکه های باباشی یا پولای تو گاف صندوقش؟ کدوم؟ به مثلا نفهمم تو چی میگی؟ همه ی پیامایی که به دخترش دادی پرینت گرفته، همونا برای اینکه چند سال بری تو آبخونک بخوری کافیه برات. بابا دختره خودش گیر داده به من. من از کجا میدونستم باباش سکه داره؟ اون گفت فهم، گفت ورداریم دریم. مریم جون، گلم، عشقم، نفسم، بابات که تو رو زندون نمیندازه سکه ها رو بردار، پولا رو بردارم. اون گفت به شوخی بود، داشتم سر به سرش میذاشتم. باباش اصلا اینه تو اهل شوخی نیستا، خیلی جدیه. کارت همینه؟ آره؟ چند تا از این کیسا دست و بالت داری؟ بیچاره آتیه که داداش عزگلی مثل تو داره. ببین به تو ربطی نداره. ببین من تا الان بهش چی نگفتم، الانم نمیگم، به شرط اینکه آدم شی، درست شی، دست از سر این دختره ورداری، وگرنه همه زندگیت میریزه به هم. میفهمی؟
از کجا معلوم تا حالا باباش نرفته پیش پلیس؟ نه ترس، نرفته. اصلا اهل پلیس بازی نیست. روش خودشو داره که از هزار جور پلیس بازی ناجورتر برات. مهراب جان اصلا نگران نباش. من مطمئنم جلسه خوبی میشه. درست میشه. داری؟ چی شده؟ خبر داری نفسری مرده؟ مرده؟ چطور مرده؟ پس دیگه تو جاده شمال تصادف کرده با ماشین رفته ته دره. ماشین مدل بالا میخرم میندازن زیر پاشون، کاری هم ندارن که اتوبان چهاربانده است یا جاده پرپیچ و خم. بنده خدا پدرش، یه حلقه گل میخرم میفرستم در خونه. شما برو جلسه دیر نشه، برو دیر نمیشه، وقت دارم. بیا اتاقم کار دارم. جونم گفتم سر بیار. من به فرشاد گفتم بره تو جاده کم بترسونتش. خجالت بکش. جوون مردم رو زدین کشتین. این ترسوندن فرشاد حواسش هست. ردی باقی نمیذاره. همین امروز برو ببین چه غلطی کرده. نکنه گافی چیزی داده باشه. آقا من باش صحبت کردم. با یه نیسان افتاده دنبالش توی جاده، یه جایی باش سپر به سپر میکنه، یه هولی به ماشینش میده، ماشین دو سه متری میره تو شونه خاکی و میفته پایین. خاکی تو سرش. بعدم حداقل گوشمالی همینه دیگه. نمیتونه صاف بره تو روش بزنه تو گوشش که. بعدم حالا یارو زپرتی بود و افتاده زرتش قمصور شده، تقصیر فرشاد که نیست که. یه مدتی ازش دور باش. نه بهش سر بزن، نه زنگ بزن. آقا شما خیالت راحت باشه. بی برو به جلسات برس دیر نشه. اگه برو دیگه. خیلی سلام خواستم یه گوشمالی بدم. ببین نتیجه چی شد. لاله آیفون دست میگیری؟ تو که علا بلخرجی نبودی؟ آه لابد کادو گرفتی. نه آره، یه سری از بچه ها جمع شدن با هم. باریک الله، رفقای باحالی داری. چه سر حال نیستی؟ تو فکر این افسلی هم. خدا بیا مرزد، جوان خوبی بود. مرگ همینه دیگه، خبر نمیکنه که. اون که رفت، ولی تکلیف آدمش تو تشکیلات ما هنوز روشن نیست. آدم کی؟ افضلی؟ اونجا؟ مگه ما کلن چند نفر هستیم؟ اما هر کی هست حتما تو وزارت خونه است. من هم همینو گفتم. اما دایی تو که میشنسی که چیزی خیالی میفته تو کلش ولکن نیست. یه دوستی داشتم تو مخابرات، بهش گفتم لیست تماس تمام بچه های شرکت رو بسم در بیاره. من، تو، شکوری، حتی دایی مهرابت. دو ساعت پیش گزارش فرستاد. رو میزه، برده بخون، ببین. هنوز بهش نگفتم. نبینه بهتره. میشناسش که. داییت کلن آدم شکاکیه. برای من عادیه که تو با افسری کوچیک تماس داشتی، تماس های طولانی. او خانم ندونه بهتر. بخور خواست تو سر شده، بخور دیگه. گوشی خوشگل کادو گرفتی نه بالا. زنگ بزنی شما از منطقه بپرسید. دست شما درد نکنه. درست خانم نسید. سلام.
سلام مام. سلام. هنوز ناراحتی از دست من؟ اومدی حرف بزنی حرفتو بزن برو، چند دقیقه دیگه زنگ میخوره. باید میدونی چی میخوام بگم دیگه. آره میدونم. راستش خیلی هم خوشحالم که هنوز یه جو غیرت وجودت هست که خجالت بکشی حرفتو بزن. خودش باعث امیدواری. 3 سال گذشته مامان، همه چی فرق کرده. 1 سال اصلا ما همدیگه رو ندیدیم. چرا پرت و پلا میگی امیر؟ ببخشید میتونم بیام تو؟ نه خیر، برو بیرون. 3 سال نه 10 سال شما حرف زدین با هم. اسما دختر برادر منه، پاره تن منه، تو همین مدرسه بزرگ شده. حالا اومدی شاخش امشا جلوی من وایسادی میگی پشیمون شدم؟ اون اسما گذاشت رفت. بله میدونم رفت درس بخونه، ولی آدم ها از هم دیگه دور بشن عوض میشن، اصلا دنیاشون عوض میشه. با 4 تا تلفن که نمیشه یه رابطه رو سرپا نگه داشت. خودت گفتی بره درسش رو بخونه. یادت میگفتی پیشرفت اسما از همه چی برام مهمتره؟ نگفتی؟ بله مامان جان، من گفتم دلش میخواست بره پیشرفت کنه، من برای چی باید جلوشو میگرفتم؟ ولی مامان من اون موقع این فاصله رو تجربه نکرده بودم. امیر حرف زدی پای حرفت وایسا. یعنی که حرف زدی حرف زدی. آره حرف زدم، منو فهمیدم اشتباه کردم. تو آخر باید اشتباهمو ادامه بدم؟ اینجوری اسما خوشبخت میشه؟ نه واقعا اگه اینجوری خوشبخت میشه بگید. مامان باور کن من و اسما بریم زیر یه سقف، 1 سال نشد و بعد از هم جدا شیم، اونجوری بدتر نمیشه؟ من اشتباه کردم قبول، ولی الان اشتباهمو ادامه بدم به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع منه نه به نفع اسماس. ازت خواهش میکنم خودت یه جوری بهشون بگو این ماجرا زودتر تموم بشه به نفع همس. خداحافظ. سلام. سلام. بفهم. ببخشید من چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ بیا تو. من یه موضوع مهمی هست که بهتون بگم. بگم بگم من نمونم که شما رو خوردم، هرچی دارم از شما دارم. خاطر همین هر وقت بهتون دروغ میگم از وجدان پدرم رو در میاره. الان چند روز بعد جور از وجدان دارم. خب دقیقی من اون شب پنچر نکرده بودم، اصلا ما خیلی هم به موقع رسیدیم فرودگاه. من خودم دیدم رفت ترانزیت، بارش هم تحویل داد، از اونم رفت که بره. خب میدونم اصلا الان این موضوع مهم نیست، شاید هم خودتون شک کرده بودین. اون چیزی که من نگران کرده دلیل نرفتنش. دلیل نرفتنش چی؟ خواهشا این چیزی که بهتون میگم نشنیده بگیریم، یعنی کسی نفهمه که من بهتون گفتم. اون کافه که بهتون گفتم، کافه مهتاب، پاتوق همیشگیمونه، روبروش یه کافه ای را افتاده، یعنی قراره بشه کافه گالری. خب حالا 2 تا دختر دانشجویی که من میشناسمشون، یعنی میشناسمشون که تو دانشگاه دیدمشون. حرف اصلی تو بزن. این برداشت من ها میتونه غلط باشه، ایشالله هم که غلط باشه، ولی فکر میکنم امیر به یکی از این دخترها نزدیک شده. نزدیک شده که هم صمیمی شدن، چیک و پوک دارن. فردای همون شبی هم که نرفته بود لندن، از صبح تا شب با همین آتیه بود. آتیه؟ بله. آدرس اونجا رو بنویس. دقیق خواهشان امیر نفهمه که من به شما گفتم. آدرس رو بنویس. هیچ کس نمیفهمه.
مگر اینکه خودت نتونی زبونتو نگه داری. برو به سلامت. چیزی نده. من خودم از همش خبر دارم. بله. یه لحظه گوشی. خدمت شما شبهش. نه نمیخواد کسی رو بفرستی. شب تحویل مهراب میدم. باش خودم بس. بله. چشم. من هماهنگ میکنم. مجددا تماس میگیرم خدمتتون. متشکرم. اینم لیست قیمتا. لیلا خانم گفت سندا رو شب میاره خونه. کجایی؟ یه پرسجو کن ببینیم بابا کی. آتیه ناصح. اسمش آشناست. آه یادم اومد. امیرم چند روز پیش دنبال شما رو تلفنش میگشت. نفهمیده باهاش چه کار داشت. گفت ماشینش آورده واسه تعمیر نیومده ببره. فهمیده پرت و پلا میگه. دانشجو معماریه. تعطیل شده. میگم حالا چی شده که دایی خواهرزاده به یه خانم ناصح علاقمند شدی؟ نهیدم مطابقت بوده. یا بعد نیست منم یه نظر ببینم انشاءالله. مزه نریز. امیر نفهمه این ماجرا رو. کارای سفتش انجام شد با کلی مکافات و چای شیرنی. دست درد نکنه. مهراب من خیلی نگرانم. دردسر نشه. چه دردسری؟ نامه های تغییر کاربریش همش قانونیه. بی خود نگرانی. دست خودم نیست. این روزا همش دلم شور میزنه. امیر واقعا از هواپیما جا مونده؟ نه. اتفاق دیگه. نه اتفاقی نیستش. مطمئنم که خودش نخواسته بره. ببین که دارم بهت میگم. من فقط نگران اسمم همین. تو همیشه نگرانی. همیشه. مهراب. یه چیزی میخوام بهت بگم. خواهش میکنم نه نگو. باشه؟ بگو. امروز رفته بودم پیش دکتر سجدی. خب دیگه تصمیمم گرفتم. اونم گفت مشکلی نداری اگه بخوای عمل کنی. ای وای بازم عمل که چی بشه؟ برای چی؟ هر دفعه به هر بهانه‌ای خودتو میدی زیر تیک جراحی. یه دفعه میخوای لاغر کنی، یه دفعه میخوای چاق کنی. آخه که چی بشه؟ تو سن و سال تو مگه فرق میکنه آخه؟ بفرمایید، شد عین روز اولش. روز اولش که ندیده بودم. وقتی خریدم 180,000 تا کار کرده بود. بخوای کیلومترش برات صفر کنم. خیالت راحت شه؟ من اهل این حقه بازی نیست. نار مهمون من جای دستمزد. چطوره؟ اگه خودت درست می‌کنی که من مشکلی ندارم. از دانشگاه. الو. سلام، خسته نباشید. باز آقای قیاسی بیکار شد یاد من افتاد. نه آخه من امروز دانشگاه نمیام. چی شد؟ نه بگید به من. خیالتون راحت بین خودمون میمونه. یعنی چون مطلب هنوز چاپ نشده. نه من دارم میگم اون نشریه دو روز دیگه میاد بیرون. آقای قیاسی چجوری مقاله منو خونده؟
باش باشه، ممنون ممنونم، خدافظ. ببین نمیخوام فضولی کنم، ولی اگه کارت واجبه دانشگاه برو برس به کارت، حالا قرار نهار رو میذاریم برای وقت دیگه. ها نه مردم از گشنگی، خود لباست رو عوض کن بریم نهار. دست شما در نکنه مرسی. خیلی ممنون. بابا چطور هستی؟ خوبم، سلام میرسونم. کم پیدان؟ سرشون شلوغه یکم. سلام میرسونم. چشم حتما. خب. نارنج بزن. چیه؟ چرا کپ گردی؟ دوست نداری؟ چرا؟ ولی نه راستش یه جوریه این. بگه سوسول نمودی همین بخور ببینم. بخواه اصلا بخصه سوسول بازی نیست، این شبیه حوله همونه. میشه حالمون رو بد نکنی؟ حوله چیه؟ بخور ببینم. حالا تمیز هست؟ آره خیالت راحت. ببین اینا هر روز میشینن 3 ساعت این حوله رو با تایت میشورن. خیالت راحت. احتمالا زیاد میای اینجا. بابات هم میشناسه. آره فکر کن اینجا قبل انقلاب پاتوق بابام و رفیقاش بوده. احتمالا قبل از انقلاب با یه حوله های چیزهای دیگه هم سرف میکردن. کوفت. ولی فکرشو بکن چه حالی داشته اینجا. پاتوقاش با رفیقاشون جمعی شدن داره هم دیگه. همینه دیگه، دخترم دختری بساز غنیم. جای ارزون قرار میذاشتن. زندگی کن بودن. نه خیر. منظورم قرار دختر پسری نیست که. اصلا اینا اهل این کاره نبودن. اونا رویه های دیگه ای داشتن برای خودشون. خواستن دنیا رو عوض کنن. اتفاقا با مامانم سر یکی از این قراره آشنا میشه. بعدش هم که عوض کردن دنیا رو گذاشته کنار و عاشق مامان شما شده و دیگه کلا برنامه عوض شد و بعدش هم تصمیم میگیرن رویه هاشون رو تو خونه خودشون پیاده کنن رو بچه هاشون. که اونم نشد. یکی شد آرمان و یکی هم که تو. بیچاره بابات واقعا من دلم براش میسوزه. زمونه اصلا بهش رحم نکرده. یادش بخیر قدیما خیلی میومدیم اینجا. برای چند سالی دیگه بابا تنها میاد. میگه هر وقت یاد ماما میفته میاد اینجا. خدا رحمت کنه مادرتو. این چیه؟ این یه هدیه ناقابل. شاید بشه یه خاطره برای دختر پسر جوان که 20 سال دیگه بیان اینجا جای من تو بشینن. از آشنایی ما برام دیگه تعریف کنن. حالا نمیخواد تو اینقدر از خودت مطمئن باشی؟ مطمئن. چی توشه؟ این از مادر بزرگم رسیده به مادر مادر بزرگم. بعدم رسیده به مادر بزرگم اونم داده به مادرم. مامانم هم چون دختر نداشت داده به من که بدم به عروس آیندش. نه حالا امانت باشه دسته تا بعدم ببینیم چی میشه. حالا ببینیم تو این امانت چی هست. این که انگشتر خودمه. جدی میگی؟ پس دست مادر بزرگ من چی کار میکرد؟ دیوانه میدونی من چقدر دنبال این گشتم؟ عجیب شده ها، کلن اتفاقای عجیبی تو دنیا میفته. لحظه بایستم. الو سلام دایی. سلام آقا امیر. خوبی دایی؟ کجایی؟ گاراژم دایی. مشغول کارم. جان. خیلی خوب. همونجا باش. یه چند بار کاغذ هست. میدم به علیرضا بیاره باید امضا بکنی. مال جا به جای سهامه. نه خب خودم میام. نمیخواد شما علیرضا رو به زحمت بندازی. نه. شما نگران علیرضا نباش. همونجا تو گاراژ باش. فعلا خداحافظ. بله خداحافظ. باید برم گاراژ. چی شده تو که چیزی نخوردی؟ تو بخو من میرم ببخشید. کار فوری پیش اومد. نه سب کن میرسونم. نه من با موتوری میرم دیر میشه. خداحافظ.
سلام، بفرمایید. اینجا قراره چی بشه؟ مثلا کافه؟ قمبا که یکی هست؟ اینجا کافه گالریه، یه گالری عکاسی و نقاشیه که یه کافه کوچیک هم داره. بیشتر یه پاتوق فرهنگیه برای... ببخشید، شما؟ کافه گالری؟ خوبه؟ اون وقت مجوز شهرداری داریم؟ شما شهرداری تشریف آوردین؟ ما تقاضامون اونجاست، خیلی وقت اقدام کردیم، گفتن مشکلی نداره. ولی میتونه مشکلی پیش بیاد، البته بستگی به رفتار شما داره. اون بالا چه خبر؟ هیچی، فعلا انبار اونجا. خانم آتی ناسه، من اهل مقدمه چینی نیستم، حرفم هم یه بار میزنم با صراحت. من خانم ناصح نیستم، آتیه یعنی خانم ناصح تو راهه دیگه، الان باید برسه. اوضاع خیابونا روز به روز داره بدتر میشه، فکر کن تو ترافیک باشی اعصابت هم خورد، از دفتر این مردی که قیاسی هم دم به دقیقه بهت زنگ بزنن. این چه موسیقی بی خودیه گذاشتی؟ آتیه. سلام. سلام. ببین رمز موفقیت دایی مهراب چیه؟ این که تو چشمیز خودشو سر زبونا ننداخته. میدونی توی مملکت یه چیزایی هست که اصلا به چشم نمیان، اما اونا که شاخکاشون حساسه بی سر و صدا حسابی دارن ازش میلیون دلاری در میارن.